World of Warcraft The War Within اکسپنشن جدید World of Warcraft که همه ما پلیرهای World of Warcraft منتظرش هستیم، بالاخره نسخه آلفاش داره میاد، خیلی نزدیک شده بهمون. این ویدیو رو حتما با من همراه بشید که خبرهای خوبی براتون دارم. اسپانسر این ویدیو هم تیم وووالناین. نمیتونید سر به سایتشون بزنید برای خرید فروش محصولات بلیزارد یا استیم یا هر چیزی که فکرشو بکنید. تمامی محصولات گیمینگ توی سایتشون هست، گیر اپ، اگزیل لک، هر چیزی که دوست داشته باشید. لینکشون همین پایین تو دیسکریپشن و توضیحات بیشتر هست. یه سر بزنید و از محصولاتی که تخفیف خوره تو سایت استفاده کنید. خب برابکس، همونطور که احتمالاً اکثرتون میدونید، شاید یا شاید هم خیلیتون نمیدونید، واسه همین روی این ویدیو کلیک کردید. World of Warcraft The War Within نسخه آلفاش دیگه اومده یه جورایی، یعنی دیگه کمتر از یکی دو هفته مونده که بهش برسیم و نسخه بتاش هم که توی تابستون میاد. حالا خیلی‌ها شاید این مثلا اصلا گیج بشن، آقا 14 که اینا که داریم میگی یعنی چی؟ World of Warcraft آلفا، نمیدونم بتا، what the fuck is going on، پچ چیه، اکسپنشن چیه، آلفا چیه، بتا چیه؟ اینا یه توضیح واسه ما بده، یه توضیح کوچیک بدم واسه بچه‌ای که نمیدونن. معمولا هر گیم جدیدی که قراره عرضه بشه، حالا خارج از حتی World of Warcraft، میان سه نسخه‌های تست به نام نسخه آلفا و نسخه بتا عرضه می‌کنن که پلیرها برن نسخه آلفا و بتا رو بازی کنن، بازی رو تست کنن و اگه بازی مشکلی داشت، باگی داشت، گلیچی داشت، چیز خاصی داشت، برن و اون مشکلات رو قبل از اینکه بخوان بازی خودش عرضه شه فیکسش کنن. و معمولا اولین نسخه تست اسمش آلفاه، دومین نسخه تست اسمش بتاه. حالا که فهمیدین نسخه های تست آلفا و بتا یعنی چی، نسخه جدید World of Warcraft یعنی World of Warcraft The War Within داره میاد، نسخه آلفاش بچه ها همونطوری که ما توی رودمپ قبلا با هم دیده بودیم، چیزی که بلیزارد بهمون نشون داده بود قرار بود که قبل اومدن بهار آخرای زمستون نسخه آلفای وار ویتین رو بهمون عرضه کنن. و الان اگه بریم تو تاریخ نگاه کنیم میبینیم که ما واقعا آخرای زمستونیم و چیزی هم نمونده که به بهار برسیم. طبق گفته خود دیولپر آقا وار ویتین آلفا توی مارچ میاد. اگه تاریخ رو نگاه کنیم، الان که دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم جمعه 23 فوریه که هفته بعد، یعنی جمعه هفته بعد میشه اول مارچ، یعنی یه هفته دیگه ما تا ماه مارچ بیشتر فاصله نداریم. و طبق گفته خود دیولپرها World of Warcraft War Within نسخه آلفا توی مارچ عرضه میشه. حالا نمیدونم مارچ مارس چیه، شاید تلفظ مارچ درست نمیگم، ولی در کل یه هفته دیگه ما میریم توی اون ماهی که قرار وار ویتین آلفا عرضه شه. و اگه نظر منو بخواید بچه‌ها، حالا همون هفته اول مارچ که عرضه نمیکنن، وسطاش عرضه میکنن، یعنی یه جورایی میشه گفت که دو هفته دیگه نسخه World of Warcraft وار ویتین آلفا عرضه میشه و ما میتونیم برای اولین بار بریم ببینیم که وار ویتین اصلا چیه، اینکه انقدر دارن ازش تعریف میکنن و انقدر دارن براش تبلیغ میکنن واقعا چجوریه. و من خیلی هیجان زدم واسه نسخه آلفای World of Warcraft وار ویتین، واقعا چیزی نمونده دیگه، دو هفته دیگه ما میبینیمش، احتمالاً بین تاریخ 20 تا 29 اسفند توی همون تایم ها ما 100% نسخه وار ویتین آلفا رو میبینیم. و این خبر خوبی بود که واسه شما داشتم. خبر بعدی که داریم حالا تو همین موضوع بعد در مورد صحبت کنیم چیه، اینه که آقا نسخه آلفا رو نمیشه بازی، اصلا اجازه نمیده به هیچکی نسخه آلفا رو بازی کنه. یعنی تو نسخه دراگون فلایت، شادولند و نسخه های قبلی یه ساین اپی داشت که میرفتی اونجا ثبت نام میکردی، میگفتی آقا من نسخه آلفا رو میخوام بازی کنم. حالا به قید قرعه یا بهت اجازه میداد نسخه آلفا رو بازی کنی یا بهت اجازه نمیداد نسخه آلفا رو بازی کنی. ولی در حال حاضر اصلا همچین چیزی وجود نداره، یعنی اصلا هیچ جایی وجود نداره که شما بخوای بری ساین اپ کنی واسه نسخه آلفا و اصلا مشخص نیست که نسخه آلفا رو به کیا میخوام بدن. خب پس نسخه آلفا داره به زودی میاد، این خبر خوبیه، ولی خبر بد اینه که خب ماها بهش دسترسی نداریم. 100% ما پلیرهای ایرانی که بهش دسترسی، اصلا هیچ کی بهش دسترسی نداره. تعداد افراد خاص، احتمالاً یه تعداد کانتنت کریئتور خیلی بزرگ که به خود شرکت مثلا بلیزارد مثل کلونی که واسه بلیزارد ویدیو میگیره، شاید به اینا فقط بده بلیزارد. ولی خبر خوبش باز اونجاست که وقتی نسخه وار ویتین آلفا بیاد، کلی ویدیو ازش در میاد، کلی گیم پلی ازش در میاد، کلی خبر ازش در میاد. من همون موقعی که نسخه آلفا بیاد حتما اینا رو پوشش میدم، براتون ویدیو میذارم، حالا به صورت ریاکت یا به صورت خودمون بریم اگه بتونیم اطلاعات درد بریم جمع کنیم پشت سر هم بذاریم یه ویدیو داشته درست کنیم. پس به زودی ما شاهد نسخه World of Warcraft War Within خواهیم بود. یه بحث دیگه که میمونه نسخه بتا بچه. خب نسخه آلفا رو واقعا نمیتونید برید بازی کنید، ولی نسخه بتاشو همتون میتونید برید بازی کنید. یعنی قبلا اینطوری بوده که هم واسه نسخه آلفا هم واسه نسخه بتا بعد ثبت نام میکردی، شاید بهت میدادن شاید بهت نمیدادن،
الان تو نسخه وار ویتین تغییر کرده با سیاست های مایکروسافت. نسخه آلفا رو که به هر کی خودشون دلشون بخواد میدن، اصلا ثبت نامی نیست. نسخه بتا رو ولی هر کسی که نسخه اپیک ورد آف وارکرافت رو خریده باشه، یعنی ورد آف وارکرافت دوار ویتین اپیک رو اگه شما خریداری کنی، بهتون دسترسی به نسخه بتا هم میدن. که نسخه بتا بچا همونطور که قبلا هم بهمون توی حالا رودمپ نشون دادن، توی تابستون قرار بیاد. پری پچ و نسخه بتا قرار توی تابستون بیاد، یعنی 3-4 ماه دیگه. پس بهتون پیشنهاد میکنم اگه میتونید و پولشو دارید، قبل از اینکه نسخه بتا بیاد، وارویتین اپیک بخرید که نسخه بتا رو بتونید برید بازی کنید، خودتون برید بازی رو تست کنید، اصلا ببینید بازی چه جوریه قبل از اینکه خود بازی بخواد بیاد. 100% میتونه بهتون خیلی کمک کنه. این نکته خیلی مهمه هم که جا داره اینجا تو پرانتز اعلام کنم، و احتمالاً خیلیاتون میدونید کسانی که نسخه ورد اف وارکرافت وارویتین اپیک رو بخرن که گرانتر از نسخه معمولی هست، 3 روز دسترسی زودتر هم دارن به غیر از اینکه به نسخه بتا بهشون دسترسی میده. اینم چیز خیلی مهمی بود که جاش اینجا بهتون بگم. این نکته دیگه هم که جا داره اینجا بهش اشاره کنیم تو این ویدیو، حالا که شما تا اینجا اومدید، پچ 10.26 که روی رودمپ عکس اسکول یا دزدای دریایی رو زدن، که حالا یه سری ها میان پایین میسن میان آقاش اسکول نیست اسکاله، حالا هرچی، عکس یه جمجمه زدن اونجا که نشانگر یه جورای دزدان دریاییه و یک ایونتیه که خود بلیزارد گفته یک ایونت سورپرایز براتون داریم. اگه نظر منو میخواید بچه‌ها، این ایونت میتونه نظر خط داستانی به اون پایرت اون دزد دریایی برگرده که تو دراگون فلایت دیده بودیمش، میگفت رفته اونور آزروس توی حالا جزیره‌ای که تایتان ها هستن و به قول گفتنی بیاند ورد رو دیده، احتمالاً یه چیزی متناسب با اون خط داستانی باشه. و اگه نظر منو میخواید بچه‌ها، هیرو پاور بهتون اضافه نمیکنه، یعنی قرار نیست تو این پچ 10.26 که حالا این ایونت پایرت و دوز دریایی هست، از نظر من چیزی هم در موردش نگفتن دیگه، این فقط نظر منه، از نظر من قرار نیست که مثلا آیتم لولی اونجا بگیرید یا هیروتون اونجا قوی تر بشه، ولی احتمالاً یه ایونتیه که مانت و ترانسموگ و چیزهای خیلی خفن توش دراب میشه. پس 10.26 هم بچه چیزی نمونده، یعنی چیزی که ما الان پیش روی خودمون داریم تو 1-2 هفته آینده، اول پچ 10.26 که هر موقع بیاد حتما براش در موردش واسهتون ویدیو میذارم، پس کانال سابسکرایب کنید. و بعدش هم نسخه وارویتین آلفایی که 1-2 هفته بیشتر نمونده بهش برسیم، اونم هر موقع بیاد با اینکه خودمون بهش دسترسی نداریم، ولی بالاخره با اطلاعاتی که تو اینترنت پخش میشه براتون ازش یه ویدیو میذارم، پس حتما کانال سابسکرایب کنید. مرسی که این ویدیو رو با من همراه بودید، دوستتون دارم زیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ماچ به کله همتون.